بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله من عزيز سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدور السمك خداي تبارك وتعالى بهمي شما توفيق فهم معارف قرآن و معارف اهل بیت علیهم و السلام لطف و کرامت بفرماید و بعد از او توفیق عمل به دستورات قرآن و معصومین ان شاء الله خب در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله برنامه های بربال حکمت با ترجمه و شرح مختصری از حکمت های نهج البلاغه دی برنامه به حکمت دهم ده میپردازیم وجود نازنین مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام ده ای بی و السلام دهی حکمت بیفرمایند خالت الناس مخالتتا ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم ترجمش این میشه که آن حضرت فرمودند با مردم آنگونه معاشرت کنید که وقتی از دنیا میرید مردم به شما گریه کنند و اشک بریزند و اگر زنده ماندین و با مردم زندگی کردین مردم به شما تمایل پیدا کنند به تعبیر میتونیم بگیم که وجود نازنین مولا علی علیه السلام و سلام کلمه روش معاشرت با مردم بیان میکنه خب در ای حکمت ما یکی دو تا کلمه داریم یکی کلمه خالطو از ماده خلطه به معنای در هم آمیختن و ممزود شدن که مراد در اینجا یعنی معاشرت کردن رفت آمد کردن با مردم و نشست و برخواست داشتن با مردم است دوم کلمه اشتم از ماده عاشیه به معنای زندگی کردن و کلمه سوم کلمه حنوز که به معنای تمایل داشتن و اشتیاق پیدا کردن است بنابراین اسلام که دین اجتماعی است و یک دین جمعی است در قرآن و سنت معصومین خصوصا سنت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار به ما توصیه شده تا با مردم با همسایگان با خیشاوندان رابطه و معاشرت بسیار نیکویی داشته باشیم و در این حکمت هم وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه صلات و سلام و همین نکته تذکر میتن و اشاره میکنن که ما با خوشرفتاری با عمل کرد خوب با خدمت به مردم توری با مردم رفتار کنیم که مردم نسبت به ما احساس نزدیکی کنه ما را از نزدیکان خود بدانه چطور میشه وقتی یک نزدیکی از یک شخصی از دنیا میره خب او اشک میریزن افسوس میخورن ناله میکنن ازاداری میکنن اگر شخصی هم به انسان ها نیکی کنه به انسان ها خدمت کنه به انسان ها با انسان ها خوب تعامل داشته باشه ولو خشاوندش هم نباشه ولو از نظر خونی هم با او اشتراکی نداشته باشه اما این نیکی از او محبت از او در دل ای شخص جا خوش میکنه و جا پیدا میکنه و به منزله خیشاوند و نزدیک او انسان به حساب می همونطور که انسان به خیشاوندهای خودش اگر از دست بتن ناراحت میشه نسبت به دست دادنی هم ناراحت میشه البته وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه صلات و سلام در این حکمت به لوازم محبت مردم اشاره کرده نگفته که مردم به شما محبت دارن به لوازمش اشاره کرده یعنی مردم در فقدان شما اشک میریزن و اگه زنده باشین به, شویش، سوی شما تمایل پیدا میکنن خب این لازمی ازیه که مردم به این محبت دارن به ای عشق میوردن و اگر شخصی را که بهش عشق نوردن محبت نداشته باشن خب بمره ستا نفر در روز میمیره کسی بهش گریان نمیکنه ماتم نمیگیره اما برای کسی ماتم می‌گیره که نسبت به او دوستش دارن و جالب است که بدانید در یک روایت وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام معاشرت خوب معاشرت خدا پسندانه معاشرت با اخلاق را با اطرافیان نشانه مسلمان بودن میداند و میفرماید احسن مصاحبت من صاحبک تکن مسلمن نیکی کن با کسی که با تو مصاحبت و رفاقت و همنشینی داره تکن مسلما که به واسطه این معاشرت نیک معاشرت خدا پسندانه معاشرت از روی اخلاق مسلمان می شوی نتیجه اگر با در و همسایه با خیشاوند مسلمان ما معاشرت نیکو نداشته باشیم و معاشرت خدا پسندانه نداشته باشیم دیگه ای مسلمانی ما در دوا نمی کنه. در یک جای دیگه امام صادق علیه صلات و سلام فرموده است انه لیس مننا من لم یحسن صحبت من صحبه و مرافقت من رافقه وجود نازنین امام صادق علیه صلات و سلام می ليس لیس از ما نیست کسی که با هم صحبتش با رفیقش نیکویی انجام ندهد و با, با او مدارا نکنه این شخص امام صادق علیه السلام می فرماید که از ما نیست پس می بینیم که معاشرت با مردم معاشرت نیک با مردم در قرآن سنت پیغمبر سنت ائمه معصومین بسیار بسیار تاکید شده است و وقتی انسان سنت و روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین رعایت کنه و با مردم معاشرت خوب داشته باشه خو اگر یک وقتی از دنیا رفت مردم عزاداری میکنن برش مردم ناراحت میشن فقدانش احساس میکنن و اگر کسی خدای نخواسته با مردم بدی کنه میگه خوب شد مرد خوب شد به درک واصل شد از شرش راحت شدیم ولی انسانی که محبت کرده مردم برش اشک میریزن حالا این انسانی که با مردم محبت کرده به خوبی رفتار کرده معاشرت خوب داشته سنت پیغمبر دا ای رفتار خودش ملاحظه کرده اگه زنده باشه حنو یعنی مردم به سوی او روی می آورند تمایل پیدا می کنن. خب دنیای مادی امروز ما ما را کم کم از این خوی های خدا پسندانه و خوی ائمه و خوی پیامبر گرامی اسلام کم کم ما را دوچار فاصله کرده زندگی مادی توجه به مادیات عواطف و احساسات انسانی ما را تضعیف کرده خیلی ها می اما کسی بر اونها اشک نمی بلکه خوشحال میشه از مردنش به خاطر چی به خاطر اینکه در زندگی بد کده به مردم مردم آزار رسانده امسایه را آزار رسانده پدر را آزار رسانده مادر را آزار رسانده و وقتی این می خوشحال میشه کم از انسان هایی که اگر زنده باشن مردم به سوی اینا اشتیاق دارن برخی ها احترام میشن اما احترامشون از روی ترس است مردم با جان و دل اینا را احترام نمیکنه. و او احترام لذت بخشه که مردم از جان و دل به سوی انسان اشتیاق پیدا کنه سخنان انسان بشنوه و با انسان صحبت داشته باشه که اگر ما دستورات قرآن سنت پیغمبر سنت ائمه معصومین و سلف صالح را رعایت کنیم قطعا یک زندگی بسیار خوب خواهیم داشت و زندگی این است که مردم از زندگی کردن با ما لذت میبرند از آمد و رفت و میمانی کردن و میمانی رفتن ما لذت میبرند پند ما را گوش میتن و اگر یک وقتی داعی اجل لبای گفتیم و رفتیم به آن سویی که باید بریم در فراق ما عشق میریزن و ناله میکنن و بوده در تاریخ اسلام چه در صدر اسلام و چه در تاریخ معاصر که یک شخصی وقتی از دنیا رفته او شهر دچار ازا شده شهر دچار ولوله شده بلکه یک ملت بر فقدان چنین فردی اشک ریختن و ناله کردن این نیست مگر از اخلاق نیک و خداپسندانه و روش پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین باشد که ما هم چنین باشیم یک بار دیگه خود کلمه را خدمت شما می و التماس دعا خالت الناس مخالطتا معاشرت کنید با مردم معاشرت کردنی إن متتم معها أجا مُردين بكوا عليكم بشمو شو ما وإن عشتم وهذي زندقي كدين يعني إذا زند قيد حياة بودن حنو إليكم بس ويش ما تماويل قيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته